با یاد نام خدا و با عرض سلام، امروز چهارشنبه 21 ماه حوت سال 1398 خورشیدی است. در نخست سرخط خبرها، به تعویق افتیدن تیم مذاکره کننده افغانستان به دلیل بحران انتخاباتی در افغانستان. آمادگی عبدالله عبدالله برای معرفی 10 والی دیگر در کشور. و سقوط یک هواپیمای جنگی در پاکستان. حال هم مشروع خبرها، من توریالای تابش هستم. تیم مذاکره کننده افغانستان به دلیل بحران انتخاباتی به تعویق افتاد. وزارت خارجه امریکا در رابطه با گفتگوها میان افغانها میگویند که بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تشکیل تیم مذاکره کننده ملی این کشور را به تعویق انداخته است. وزارت خارجه امریکا در بیانیه امروز میگوید با وجود اینکه آمادگیها برای گفتگوهای میان افغانی جریان دارد، اما بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تشکیل تیم مذاکره کننده ملی را برای گفتگو با طالبان به تعویق انداخته است. بر اساس این بیانیه، رئیس جمهور غنی به وزارت خارجه امریکا گفته است که در حال مشاوره با دکتر عبدالله و دیگر رهبران افغانستان است و در روزهای آینده یک تیم فراگیر را اعلام خواهد کرد. این وزارت همچنان در رابطه به خشونت‌ها در کشور گفته است سطح فعلی خشونت‌ها از سوی طالبان قابل پذیرش نیست. بیانیه تاکید می‌کند که طالبان گام‌هایی را برای توقف حملات علیه ائتلاف و شهرها برداشته است، اما آنها مردم زیادی را در حومه‌های شهر می‌شکند و این باید تغییر کند. این وزارت در ادامه خاطر نشان می‌کند که خشونت تا این سطح از سوی طالبان روند صلح را تضعیف خواهد کرد. در همین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین امریکا خواستار حضور زنان در گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان شده است. هیلری کلینتون در نشستی که از سوی نمایندگی‌های افغانستان و بریتانیا در سازمان ملل متحد برگزار شده بود، گفته است که به طالبان هرگز نباید اجازه داده شود تا دوباره حاکمیت خودشان را بر زنان و دختران تحمیل کنند. او تاکید کرده است زنان افغان می‌ترسند که دستاوردهای 18 سال گذشته در عجله برای دست یافتن به صلح که پایدار نخواهد بود از بین برود. با این حال 10 والی دیگر به زودی از سوی عبدالله عبدالله معرفی می شود. یک منبع نزدیک به دکتر عبدالله عبدالله مدعی ریاست جمهوری کشور میگوید که قرار است به زودی والی های 10 ولایت کشور از سوی آنان معرفی شود. هرچند منبع از افرادی که قرار است برای کرسی این 10 ولایت معرفی شوند جزئیاتی نمی دهد، اما میگوید که مکتوب والی تخار فرستاده شده است و به زودی جنرال خیر محمد تیمور از حزب جنبش این کرسی را احراز خواهد کرد. با گفته منبع روی کرسی مقام ولایت بدخشان نیز کار جریان دارد و به زودی پس از تصمیم زکریا سودا والی فعلی این ولایت مبنی بر حمایت و عدم حمایتش از دکتر عبدالله عبدالله حکومت همشمول تصمیمش را نهایی می سازد. تنش‌ها میان عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی بر سر احراز کرسی ریاست جمهوری همچنان پابرجاست و پادرمیان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز بی‌نتیجه مانده است. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به گونه جداگانه مراسم تحلیف خود را در ارگ و سپیدار برگزار کردند. با این حال هر دو طرف به نحوی چراغ سبز به گفتگوها برای حل این تنش‌ها نشان دادند. پیش از برگزاری مراسم سوگند، دکتر عبدالله عبدالله در تبانی با مردم والی ولایت سرپل، جوزجان و بغلان را معرفی کرد و والی پنشیر نیز از حکومت همشمول اعلام حمایت کرده است. کمیسیون حقوق بشر خواستار اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و محدودکننده ویروس کرونا شد. کمیسیون حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است تا برنامه‌های پیشگیرانه و محدودکننده ویروس کرونا را اجرا کند. این کمیسیون امروز گفته است که وزارت صحت چند مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا را شناسایی و تایید کرده است و بنابراین تهدید ناشی از گسترش این ویروس در کشور برای سلامت عمومی واقعی‌تر از پیش شده است.
بر این اساس کمیسیون حقوق بشر شهروندان کشور خواسته توصیه های بهداشتی در این مورد را رعایت کنند. این کمیسیون افزوده که با توجه به وظیفه حکومت در مراقبت از سلامت شهروندان، بار دیگر به ویژه از وزارت صحت خواستار اجرای برنامه های پیشگیرانه و محدود کننده فوری است. پیشتر از این که ویروس در سراسر کشور گسترش یابد و همه را گرفتار وضعیت اضطرار کنند. این در حال است که تاکنون 7 مورد مثبت مبتلا به کرونا ویروس در ولایت های هرات و سمنگان ثبت شده است. با این حال ریاست صحت عامه ولایت هرات در همسایگی کشور ایران میگوید خطر شیوع کرونا ویروس در افغانستان بسیار جدی است. عبدالحکیم تمنا رئیس صحت ولایت هرات گفته است که بسیاری از کشورهای قوی و پرقدرت در جهان نتوانستند مانع شیوع ویروس کرونا شوند. بنابراین افغانها باید آگاهتر و هوشیارتر برای پیشگیری بکوشند. از توجهتان به داشته های خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.